بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت تک تک شما همراهان همیشگی تلویزیون استقلال و سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزانی که برنامه زیر ذره بین را دنبال میکنید. موضوع برنامه این هفته ما برمیگرده به روزهای عید، روزهایی که گراف حوادث ترافیکی در آنها رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد که این حوادث خسارت جانی و مالی زیادی را به بار آوردند. با ما باشید. هفته گذشته به مناسبت عید سعید فطر 3 روز رخصتی عمومی بود که به دنبال آن روز جمعه که مجموع روزهای رخصتی به 4 روز رسید. در این روزها حوادث متعدد ترافیکی در داخل و خارج از شهر هرات روی داده بود که بیش از 200 تن مجروح شدند و متاسفانه یک واقعه فوتی هم در شفاخانه هرات به ثبت رسید. در ابتدای برنامه گزارش خبری که روز شنبه به نشر رساندیم را با هم می‌بینیم و بعد از آن روی جزئیات این حوادث صحبت می‌کنیم. رویدادهای ترافیکی در هرات و مسیر شاهراها که در چند روز عید اتفاق افتاده واقعات بلند و بالایی را نشان می‌دهد. 1 کشته و 230 زخمی مجموع واقعاتی است که در جریان چند روز گذشته اتفاق افتاده و به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند. در جریان 4 روز تعطیلی که 3 روز عید بود و 1 روز هم روز جمعه، مجموع تعداد 230 مجروح از اثر حوادث ترافیکی ثبت شفاخانه حوزوی شده و 1 فوتی ناشی از حادثات ترافیکی. مشروعین در ایام عید و روز جمعه که روز اول عید 68 مریض، روز دوم 73 مریض، روز سوم 40 مریض و روز جمعه هم 50 مریض ثبت شده که از نظر سنی کتگوری سنی خب بیشتر جوان ها هستند. 80% 90% مرد بودند، 10% خانم ها و اطفال بودند. این مجموعه آمار و ارقام که در سطح شهر، ولسوالی‌ها و شاهراه‌ها در جریان همین چند روز صورت گرفته، به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات می‌گویند از مجموع زخمی‌های این رویدادها وضعیت 10% آنها وخیم است. مجموع حادثات واقعیت که آمده 50% مریضا قابل بستر بودن که بستر شدن، متوجه با خدمات انجام شده رخصت شدن و مجموعی حادثات که بستر شدن بوده 10% واقعیت وخیم وضعیت اینا که فعلا بستر است. مردم در روزهای عید برای دید و بازدید از اقارب و نزدیکانشان تردد بیشتر دارند و این یکی از علتهای افزایش واقعات ترافیکی در این روزها خوانده می شود. اما مدیر ترافیک هرات با تأکید بر اینکه ارقام حادثات ترافیکی در عید امسال افزایش نیافته، او یکی از علت اصلی حادثات ترافیکی را مطرهای وشی عنوان می کند. به سطح شهر ما 7 حادثه تا امروز داشتیم که 3 حادثه شکستگی بود که منجر به دوستی همشه و سارم ولی میرسه. 4 حادثه دیگه هم که خوبتر بود اونها منجر هم گذاشتم و رفتم و ساعت شهر همین آمار داشته. من آمار که ما شفاخانه میده او آمار اوزویر میده، از بروسفیلی میارم، شهارا میارم، از دیگه جا که میارم اونجا اضاف نشان میده. آمار که ما داریم همین حادثه داشته. بیشتر علتای زن اینجا موتورسیکلای بی حساب و کتاب که می تازنن، موتور ویشی هم که بی از دست افغانستان نیست جلوی خون نمی بینه، اونم حادثه می کنند. مدیر ترافیک هرات میگوید در جریان 5 روز گذشته فقط به تعداد 7 زخمی در پی رویدادهای ترافیکی به شفاخانه انتقال داده شدند. او میگوید در عیدی که گذشت آنان واقعه کشته ندارند. خب بخش اول برنامه که مربوط به گزارش خبری ما بود رو با هم دیدیم. متاسفانه گراف حوادث ترافیکی در روزهای عید به شدت بالا می رود که متعاقبان قربانیان این رویداد نیز افزایش می یابند. در این قسمت برنامه سری می زنیم به شفاخانه حوزوی هرات
تا از مسئولان این مرکز درمانی جزئیات دقیق‌تری بگیریم در مورد حوادثی که در این روزها روی دادن. خب بینندگان عزیز، به ادامه برنامه زیر زربین خوش آمدید. به آمدیم به شفاخانه اوزوی هرات و در خدمت جناب آقای محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه اوزوی هرات هستیم تا بیشتر بشنویم از ایشان در رابطه با جزئیات حوادث ترافیکی در روزهای عید و همچنین که وضعیت مردم به چه شکل است. آقای جلالی سلام بر شما. تشکر میکنم. من عرض سلام دارم حضور شما و گران تحقیقی شما و همچنین بینندگان محترم تلویزیون. آقای جلالی، بر ما میشه بگین که در روزهای عید 3 یا 4 روز رخصتی که در هفته گذشته بود، چه تعداد بود آمار حوادث ترافیکی و چقدر مجروح از این حوادث به شفاخانه اوزوی هرات منتقل شده؟ تشکر. در جریان 3 روز عید و 1 روز جمعه متعاقب عید تقریبا ما در حدود 230 مجروح از سبب حوادث ترافیکی در شفاخانه اوزوی راجستر داریم و متاسفانه یک واقعه هم فوتی از سبب حوادث ترافیکی هست و این آمار در روز اولی 68 واقعه یا 68 مجروح، روز دوم 73 مجروح، روز سوم عید تقریبا 40 مجروح و روز جمعه هم که 50 مجروح یک فوتی به شفاخانه واقع شده. در کل واقعات 90% مرگها بودن، 10% واقعات خانم‌ها و اطفال تشکیل. خب حوادث بیشتر در کجا اتفاق افتاده، در داخل شهر یا بیرون از شهر؟ معمولا شما جریان هستین که حوادث ترافیکی که در شفاخانه اوزوی راجستر میشه یا ثبت میشه بیشتر از شهر و ولسوالی های مشرف به شهر یا اطراف شهر است، چون در هر ولسوالی دوردست شفاخانه های ولسوالی هست و حوادثی که هست در اونجا تداوی ها میشه، یعنی تمامات لازم برای از اونها گرفته میشه، بجز بعضی واقعات که یا مریضایی که وضعیت وخیم داشته باشند که ذریع امبولانس از خود مدی چا یا شفاخانه ولسوالی و شفاخانه وزوی ریفر میشه. در کلی واقعات ما 80-85% واقعات ما از داخل شهر بوده در طول ایام عید و از ولسوالی های اطراف شهر، تقریبا ولسوالی جیل و گذره و کراخ بوده که اینا و شفاخانه از رویست ها آورده شدند و رجیستر شدند. گفتیم یک تعداد از مریض ها در شفاخانه های در ولسوالی ها هستند تحت درمان قرار میگه، آماری که رای کردین اونا را او مجروع را هم در بر میگیریم؟ نه، این فقط واقعیتی است که تنها در شفاخانه ما ثبت میشه. واقعیت که مربوط به شفاخانه ولسوالی است پیش خود از اونا رجیستر هست و مریض هایی که به صورت سطحی در اثر حادثات ترافیکی جرح بر میدارن اونا در اونجا منیج میشن و تداوی میشن، فقط واقعات وخیم برای ما ریفر میشه و شفاخانه اوزوی، ولی در کل واقعاتی که در شفاخانه ما بستر میشن بیشتر واقعات هم که از 15 شهر و از 2-3 ولسوالی که در اطراف شهر هستن اکثریت آمار به اینجا رجعت داده میشه و طبق اصولی که هست و تمام حادثات ترافیکی و حادثات جنایی ثبت کتاب شفاخانه اوزوی بشه به خاطر مسائل تعقیبی از او نظر مسائل جرمی و دفاع. بنانی تمام واقعات از بیشتر از اطراف از خود داخل شهر. آقای جلالی، تفکیک هم دارین که چه تعداد حوادث مربوط به موتورسیکل سوار ها میشه یا چه تعداد به موتور سوار ها؟ معمولا وقتی حوادث به اتاق عاجل تخلیه میشه مریضا و مجروحین، خب مطمئنا محل حادثه پرسان میشه یا نویت حادثه پرسان میشه برای اینکه ما شدت ضرباتی که برای مریض وارد شده متوجه بشین. بیشتر متاسفانه حوادثی که در شفاخانه مراجعه میکنه همون شکل گفتیم 90% مردا بودن در طول این ایام، در روزهای معمولی هم این حوادث بیشتر مردها بودن یا مردها هستن متاسفانه و کتگوری بیشتر سنی که ما میبینیم نظر به راجستری که داریم جوان ها هستن بین سن 15 تا 25 تا 30 سال و بیشتر حوادث پرسان میشه متسکر زدگی یا موتر زدگی یا حادثه شارا
یا موتر چپه شدگی یا فرض کنین سه چرخ چپه شدگی، بیشتر واقعیت حوادثی است که از موتورسیکلت سوارا هست و سه چرخه ها معمولا حوادث موتر هم هست در داخل شهر، متزدگی ها هم هست داخل شهر و بیشتر حوادثی که در شهرها اتفاق میفته که بیشتر حوادث خطرناکتری هم هست و بیشتر میتونه منزای وخیمتری داشته باشه و حوادث وخیمتری باشه حوادث شهرها هست که خوشبختانه در جریان عید حوادث شهرها کمتر بوده و بیشتر حوادثاتی که آورده شده به شفاخانه که یک دو سه واقعه در طول روزای عید به صورت کتلوی آوردن فامیلی مثلا جای میرفتن به میله و عیدی سه چرخ از نوچه پرمیشه یا مورد اصابت موتر قرار میگیرن یا طفلایی که در کنار خیابان مورد اصابت موتورسیکلت سوارا قرار میگیرن، بیشتر حوادث همیت حوادث است و بیشتر یعنی برداشت کلی از حوادث همیست که از سبب بی‌احتیاطی یا چی مثلا همون رانندگی و وسایط نقلیه هم از بی‌احتیاطی و همچنین تصادم کردن با دیگر موترها و موتورسیکلها و سه‌چرخ‌ها همون بحث بی‌احتیاطی است که معمولا سبب مجروحیت هم تمام میشه. دکتر صاحب همه سالت با خب ما بیشتر دوی در سال داریم عید قربان و عید فطر، همه ساله بعد از رخصتی ها آمار حوادث ترافیکی در ولایت هرات منتشر میشه که گراف نشون میده که آمار در روزهایی که رخصتی هست افزایش پیدا میکنه. پیام هایی هم نسبت به هشدار در رابطه با استفاده از وسایل و رعایت موارد ایمنی منتشر میشه، آیا تغییری هم در آمار ایجاد میشه یا نه طی روزهای رخصتی هم بالا آمار بالا هستن؟ متاسفانه روندی که ما میبینیم در روزهای تعطیلی معمولا چه نوروز باشه چه عید باشه و چی روزای جمعه باشه در مجموع در این روزا ما آمار بالا داریم متاسفانه. این در طول چند سال به همین روند بوده متاسفانه، هر روز که وسایل نقلیه بیشتر میشه و تردد از اینا بیشتر میشه و محدودیت ها در سطح جاده ایجاد میشه، ما محدودیت های زیاد در جاده داریم میاد متاسفانه آمار بالا هست. یعنی ما هر سال نسبت به سال دیگه شاید افزایش حداقل 10% آمار حوادث ترافیکی در روزهای تعطیلی هست. به هیچ تغییری متاسفانه من فکر میکنم نیامده باشه، بخاطر اینکه آمار نشان میده که هیچ این کمپاین ها یا این صحبت ها یا این تاکید مسئولین ترافیک یا بالاخره رسانه ها بر یا پخش پیام ها از طریق رسانه ها هیچ تأثیری بر روان مردم نداره یا ای که مسئولیت پذیری نیست در برابر رعایت قانون ترافیک یا قانون ترافیک جاده. متاسفانه ما میبینیم که ما چراغ قرمز در داخل شهر داریم، ما وقتی به چراغ قرمز استادیم میبینیم صدها ده ها موتر از کنار ما یا موتورسیکل از کنار ما عبور میکنه و از چراغ قرمز تیر میشه، یا ای که میبینیم اکثریت وقتا ما وسایل نقلیه که خودمان در بین شهر رو مواجهیم خلاف میهن از مسیرهای خلاف عبور میکنن و از طرف دیگه محدودیت های جادر میبینیم به عنوان یک شهروند که من میشه از رنج میبرم که با وضاحت دیدم میشه نمیفهم چرا مسئولین در این قسمت توجه نمیکنن. محدود ساختن از جاده توسط چرخهای میوه و مثلا چرخهای فروشنده مواد غذایی و دپو که اینا هم میتونه حتی دو سلس از دو قسمت از سه قسمت یک جادر یا دو سلس یک جادر مثلا محدود بسازه و این محدودیت ها دست به دست هم میده، موانع هست، مردم هم همه عجله دارن برای رفتن به مسیر، هیچ کس هم به عقل توانه نیست و هیچ کس هم رعایت عابر پیاده نداره. متاسفانه همین چیزا وقتی میبینم در واقع یک هرج و مرج هست در همون اخلاق اجتماعی جاده یا رعایت اصول و مقررات ترافیک در جاده و مدیریت ترافیک هم به تنهایی نمیتونه با پرسنل محدودی که داره تمام قوانین سر مردم نافذ بسازه، این مردم هم که باید رعایت قانون بکنن و متاسفانه تشکر شما. خب بینندگان عزیز، آمار مجروحین رویدادهای ترافیکی در روزهای عید که در هفته گذشته و چهار روز رخصتی داشتیم رو با هم از زبان جناب دکتر صاحب محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات دیدیم و شنیدیم. آمار افزایش پیدا کرد نسبت به روزهای عادی و همچنین شمار مجروحان به شدت بالاست، یک واقعی فوتی داشتیم. در ادامه برنامه سر می‌زنیم به دیگر ارگان‌های مسئول تا ببینیم مشکل در کجا هست که همواره در روزهای رخصتی با این آمار از حوادث ترافیکی و همچنین آمار بالای مجروحین روبرو هستیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مراکز آمار در کشور، حوادث ترافیکی بعد از رویدادهای انتحاری بیشترین قربانی را میگیرند. اما با وجود هشدارهایی که همواره در مورد عدم رعایت قوانین ترافیکی به شیوه های مختلف به گوش شهروندان رسانیده می شود، اما شواهد حاکی از آن است که این پیام ها نتوانسته بازخورد کافی داشته باشند و گراف حوادث ترافیکی همچنان بالا بوده و در ایام رخصتی بیشترین قربانی و مجروح را بر جای می گذارد. در رابطه با دلیل بستری شدن در شفاخانه اوزبی بگیم. ما روز دیوم عید بود، ساعت 12 بشه رو به خونه می رفتم داخل کوچه، ما بودم و دختر ما بود باجی ما، موتر ویشی بیامد ما رو به جلو خواردش فرار کرد. مشکل حادثات ما همی بود. خب در رابطه با موتر بگیم که تونستین اطلاعات از او بردارین یا نه؟ موتر ویشی خب پلید نداره، فرار کرد دیگه، ما چی میتونستیم؟ شکایت هم کردیم؟ شکایت نه چی؟ به کی شکایت میکرده؟ خب چه مشکلی برای شما ایجاد شده از خاطر این حادثه؟ من از شونه هم بشکسته، سر شونه مینه بشکسته، بعد مجرستم هم از کمر من آسیب دیدم. افراد دیگه ای که با شما بودن؟ افراد دیگه که دختر ما، دختر 7 ساله بود، دندونای کاملا برخته، بعد صورت هم زخم شده و فعلا تداوی کردم به خونه. چه خواسته ای دارن از مسئولان در رابطه؟ از مسئولان خواسته نیم، مسئولان خود خودنا هر کدوم از مسئولان بگه موتر ویشی دارن، به قصد ملت نیان که به فکر جیبا خود خونه مسئولان دولتی. البته شما را حوادث ترافیکی در روزهای دیده میشه که خیلی گراف و بالاتر میره، به نظر شما فکر کنید دلیل چی هست؟ دلیل همی چیزه که موتر ویشی هر کسی اگه موتر داره بی اسناد بی پلت، به هر کس که 50,000 پول داره یک موتر ویشی میخره، به هر طرف تختگاز کرد میره دیگه، واقعا ملت نیه دیگه، یا زورمنده ویشی دارن یا که هر کس پر پول داره کسی موتر ویشی داره، با فکر ملت کسی نیه. بله، یا به خاطر یک سهل‌انکاری که ندیده گرفتن از سه‌چرخه‌ها که خیلی داخل شهر زیاد شدن، هنم باعث شد که ما تصادف کنیم، دست ما بشکنه. خب چرا فکر میکنین کمتر توجه میشه به قوانین ترافیکی و همچنین دیده میشه که در روزهای عید آمار حوادث ترافیکی به شدت افزایش پیدا میکنه؟ فکر میکنین دلیل در کجا هست؟ دلیل از خود مردمه. تا خود مردم خود خود اصلاح نکنم، هیچ قانونی نمیتونه اینا اصلاح کنه. باید خود اصلاح کنه. مسئولین چی؟ مسئولین قانون حال تربو شده، باید خود مردم قانون ما را مراد کنن. گونه از مسئولین نیه، مسئولین نمیگه که تو تیز برو، تو ناسن به پیچ به جلو کسی، نه، خود ما باید مراد کنیم. از مردم چه تقاضایی؟ از مردم فقط تقاضا دارن که خواهشن به قانون ترافیکی مراد کنن دیگه، موقع پیچیدن اشاره بزنن دیگه، به چراغای راهنما اشاره داشته باشن. اینا مریض ما دیگه صبح سر کار میره، از سر کار بدر شده ببینید سرک پخته، به دوغی میشینیم. الان بعد همین سرا و همسایه ما از یک اشلاق بالاتره، همین سگا دارم، سگا بیامده بود مثلا به کل موتور، خب بله موتور انداخته دو پشته بود، موتور به زمین میزنه، سری هم میشکنه، ضرب مغزی میشه. الان دکترها بیارد نگو خونریزی داخلی داره، الان ما میره بیارد نگال اینجا فعلا با سر تا دکتر را سکنی چی میگه. فکر نمیکنین اگر راکب موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده میکرد این حادثه رخ نمیداد برید؟ دیگه اگه بود خود چه بهتر دیگه، خب البته که میشد دیگه، ما مردم بیانی دیگه اونجا کجا میشه که لحظه به سر داره بیری تو کلاه به سرخ کنی ببری بداری و نمشد. از صبح اون تو به در میشه نزدیکه میگه میرم پیش خانه، ولی 2 دقیقه کلاه نمایه ندارم دیگه، بدشتی واسه کلاه میخرید واسه کلاه ندارش. خب نکات ایمنی همواره از سوی مسئولان از طریق رسانه‌ها پخش میشه، هشدارهای جدی داده میشه، نکات ایمنی رو رعایت کنین، قوانین ترافیکی رعایت بکنین تا دچار همچین رعایت نکردیم.
نداریم. اگه دیشتی خود رایت میکنه کار که نداریم و گوجه کنه که بسانیم. ما هنه مریض بیاونه کمال پول مریض ندارم به 150 ریپی مریض که بونده کمی شلنگار بسانیم نداشتیم. با دکتر ها گفتیم میموره امینه نمیموره امینه. برز زاری گوشی خود گره گذاشتیم تا با مثلا همون پولو بپنیم هنه میسترم همین نار بسانیم بیاد اینجا نبسته کنم. بسم الله. اینو شب پنجشنبه شب آخر عید دیگه به حساب بود. گفته بودم جای کار داشتم بعد تا جاده میامادم. فقط برای ما یک نفر زنگ زد گفت همین مریض شما همین برادر شما نکینه همینجا گاه افتاده داخل سره. بعد به چکوکم اینا ری برسته دیدن شفاخونه دیگه معلوم نیه این هم سکل داشته کیر دگه کس زده یا خودی به زمین خورده مشخص نیه. محل حادث هم که معلوم نمی کنه دیگه. ما طالب جریان از اینیم که خودی خور زده کس دگیر زده دیگه حساب فک و شکستگی داره قسمت و سر جمجمه دیگه. اگه فقط من برای مردم میگم همین کلاه ایمینی به نظر خود من یک ثانیه که خونه بدر میشی اگه امکان داره به سکه سوار میشی همین یک ثانیه خونه بدر میشی همین کلاه ایمینی به هم سر کنیم سرعت رو کمتر کنیم. اگر کسر میزنیم به هم شوه به منطقه حداقل یک کسر خبر کنیم از اون. طرف مسجد می رفتم سکل چی سکلی بیا ما خلاف می آمد خوار مر نرم کرد. شما کی انتقال بده شما؟ مر وکیل وکیل منطقه. سکلی بود فرار کرد؟ بودک سکلی رم با موتر سوار کرد. وضعیت خواهش می شود؟ خوار ما چون دیگه نفع خبر می آماری که در این برنامه ارائه شد تنها مربوط به ولایت هرات بوده و مطمئنا دیگر ولایت هم وضعیت بهتری ندارند. با وجود تاکید مسئولان بر رعایت قوانین ترافیکی دیده می شود که توجه چندانی به این مسائل نمی شود و سنن این ادعا هم در سطح شهر قابل رؤیت است. اگر لحظاتی در سطح شهر به وضعیت رانندگی و توجه به قوانین شهروندان توجه کنید متوجه خواهید شد که رعایت قوانین نزد رانندگان از چه درجه و اهمیتی برخوردار است. خب بینندگان عزیز به ادامه برنامه زیر ذره بین خوش آمدید. به مدیریت ترافیک ولایت هرات آمدیم و در خدمت جناب سمنوال الحاج غلام سخی حسینی مدیر ترافیک این ولایت قرار داریم تا بیشتر بشنویم از ایشان در رابطه با حوادث ترافیکی در ولایت هرات که در روزهای عید در همه ساله افزایش چشمگیری پیدا میکنه. آقای حسینی سلام بر شما. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت همشهریان با دیانت ولایت هرات، تشکر از تلویزیون استقلال و از شما خبرنگاران محترم که تشریف آوردیم. من چون بعد از عید شده دیگه تبریکی عید گذشته برای همشهری آوردم. انشالله که دعات و عبادات اینا مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. همونطور که به جریان هستیم ما خوشبختانه امسال کمترین حادثات رو به شهر داشتیم. ما امسال به سه روز عید و یک روز هم که جمعه بود به چهار روز تعطیلی 7 مورد حادثه ترافیکی داخل شهر داشتیم که از این 7 مورد 3 مورد اینا به حساب شکستگی داشت که دوستی های اینا محول سانون ولی محترم ترافیک شد. 4 حادثه هم خسارت ملی و جزئی بود که از هم گذشتند و به حساب رفتن پیکار. بسیار از این نهیه خوشحاله ولی به شهرها و به اولسویلی ها و اینا یک سری حادثات بوده که یک آمار بلندی ریاست محترم شفاخانه داده که حدود 100 کردی حادثه داشتیم. اونا خب شفاخانه شما میفهمیم حوزویه از ولایت ها فرا و بادقیس از مسیرهای دور و نزدیک مریضایی که شکستگی و اینا داره میارن شفاخانه. آمار از اونا تقریبا صحت داره درسته
و آماری هم که ما به شما میدیم دقیق چیزی که حادثات ما اسناد موجوده، چیزی که حادثات ما بررسی کرده، همین هفت حادثات خیلی شر داشتیم. از اطراف شهر چه تعداد حادثه رخ داده بوده؟ اونا را ولسوالی ها مستقل بخش جنایی اینا حادثه و ترافیکی را بررسی میکنه، از اونا به ما آمار ندادند و نمیدم. از اونو دقیق نمیفهم که چقدر حادثه شده باشه. خب سمانگار صاحب، همه سال دیده میشه ایام عید که میشه و یا رخصتی هایی که هستن اینا، آمار حوادث ترافیکی بالا میره و همچنین مجروحی اینه که از حادثه و در بس و موارد فوتی هایی هم به ثبت میشه. دلیل در کجا هست؟ چرا در این روزها که سطح شهر خلوت تر دیده میشه ولی خب میبینیم آمار حوادث ترافیکی خیلی بالا میره؟ بعضی منطقه خلوت دیده میشه، مثلا ما به همین چهار روز عید و روز جمعه بیشترین ازدحام به مسیر پشتون پل و نمبر یک داشتیم که از قریجات مردم میان داخل شهر. مثلا بیشترین ازدحام به درب ملک داشتیم، بیشترین ازدحام به زیر سرک فرقه داشتیم که مردم از قریجات میان، مثلا دانی کمرکلاق ازدحام داشتیم. درسته اگه داخل شهر کمتر به خاطر که مغازه ها اکثرا بسته، تردد مردم کمتره، ولی به جاده‌های بزرگتر و جاده‌های اطراف شهر ترافیک سنگینی وجود داره به روزای عید که به همون تناسب بعضی هم بی‌احتیاطی میکنن، تندتر میرن که زودتر به مقصد برسن، میبینن که نشد. همین بهترین راه اینه که میگه دیر رسیدن بهتر از نرسیدنه. دوستان ما تلاش کنن که یک کمی احتیاط بکنن. جاده‌مو شما میفهمیم استاندارد ترافیک نیست. یک جاده جور شده، مثلا اکثر جاده ها شما قدامت 100 ساله و 80 ساله داره. به اون زمان مثلا به هرات 200 اراده و ساید بوده، 200 هزار هم نفوس با فرهنگ هیرتی و شهرنشینی آشنا. خب به همون تناسب حالی سعی کنیم همون جاده که به 200 هزار نفوس ساخته شده، حالی 5 میلیون نفوس به اون جاده تردد میکنه و 350,000 وسایل تردد میکنه که اکثر اینا مثلا تقریبا بین 90 تا 95,000 موتورای ویشی که استاندارد جاده ما و شما نیه فرمونه از اینا استاندارد پاکستان بیسان اینجی تردد میکنه. طبعا بازم ما خوشحالیم که حادثه کم داشتیم. استمانوال صاحب، در رابطه با این موضوع صحبت کنین، مردم شهروندانی که از وسایل نقلیه استفاده میکنن واقعا چقدر به قوانین احترام میذارن؟ ما قوانین خوبی بر روی کاغذ داریم که ولی خب دیده میشه خیلی کمتر توجه میکنن. حالا شما بگین که بیشتر در رأس هستن. متاسفانه تار چراغای شهر خراب بود، انتقاد از مدیریت ترافیک بالا بود که چراغا جور نمیکنه ترافیک. بعد از اون که تلاش کردیم، بسیار زیاد تلاش کردیم، یعنی برای اولین مرتبه بعد از 18 سال دولت اسلامی ما تونستیم 2-4 رار چراغ از مرکز به حساب درخواست کنیم و اونا به ندای ملبک بگن. 2-4 رار روان کردن که یک چهارراه معارف اگه یاد شما باشه چراغ نداشت اصلا. او فعال ساختیم، پایه های نصب کردیم و یکی هم چوک سینما، او هم چراغای خراب بود که جور شد. بازم میبینیم که همشهری هم و همونهایی که انتقاد میکردم چراغ قرمز رد میشن، اما آدم های بسیار فهمیده چیز فهم. خب از اون دیگه کسایی که از بیرون آمدن که ما زیاد توقع هم نداریم، چون تا به فرهنگ ما، تا به فرهنگ شهرنشینی آشنا بشن کمی دیگه هم کار داره. اما دوستایی که انتقاد میکردن میبینی، حتی بعضی ها که به حساب یک مسئولیت هم شاید به بعضی جا داشته باشن، وقتی چراغ قرمز رد میکنم مدیس کارمند ترافیک جلوی اینا میگیره، باز تمشم امروی از او سرصدا هم میکنن، ناراحت هم میشن، تو جلو عمر گرفتی، برو در قانون رعایت نکردی، تو چرا قرمز رد شدی، خط و عابر پیاده رعایت نکردی، تبلو اینجی تبلو عدم توقفه، تو بیامید متوقف اینجی توقف دادی، دوبل پاک، سدوبل، چهاردوبل استاد میکنن، پارک کردی. این مشکلات هست، انشالله که همشهری هم خوش خوش با فرهنگ ترافیک آشنا بشن و قوانین رعایت کنم. وقتی قوانین رعایت کنم به نفع خود اینه، وقتی که با پلیس همکاری کنم امنیت بهتر میشه به نفع خود مردم، وقتی که با ترافیک همکاری کنم نظم شهر بهتر میشه، وقتی با شورولی همکاری کنم نظافت شهر بهتر میشه. تو مردم همکاری نکنن،
ما با این 90 نفر ترافیک که داخل شهر به این شهر شلوغی 5.5 میلیون نفوس 350 هزار وسایل بالای 50 چوک و چهارراه کلان، خب این شما حساب کنید ما با یک مثلا یک چوک و بالای مثال میزنم به شما چهار طرف داره نه پر ازدحام ترین جای هم هسته، ما دو نفر ترافیک داریم اینجا، همین دو نفر هم که اینا انسان هم ملک هم که نیستن، همین دو نفر چهار طرف چی رقم نگاه کنه؟ پس مردم باید همکاری کنن، تا مردم همکاری نکنن وضعیت شهر هم چنان بقی میمونه. درسته سنوار صاحب، یک انتقادی هم هست از ماموران ترافیکی که در داخل شهر توظیف شدن در سر چهارراه چهارراها و اینا، که در زمانی که ازدحام و شلوغی هست اینها نیستن یا مصروف صحبت کردن با گوشی های خود هستن یا اصلا حضور ندارن در همون جایی که باید حضور داشته باشن. حالا خب بعضا دیده هم میشه همین شرایط، اگر خود شما شده به سر شهر رفته باشین دیده باشین خیلی انتقاد میشه در این رابطه. اگر عرض به حضور شما این گوشی های لمسی کلانه که از مقام وزارت داخله ممنوع شده و در سطح ولایت هم از طرف قمندان صاحب امنیه، حتی تشریف بردم به بعضی پستا وقتی که دیدم گوشی های اونو گوشی های ناشکستان دارم و ما مختار جدی دادیم برای ترافیک ها خوب و اکثر ترافیک ها فکر میکنم گوشی ها خور جمع کرده باشم نیست و اگر کدام جای گوشی کلان به دست اینا ببینیم طبعا برخورد میکنیم با اینا مطمئن باشم، ولی که به سر چوک نیستن یا استادی هم خب شما میفهمید یک چوکی که یک دم از چهار طرف از هر طرف صد اراده متحرک که میایه چوک بند میشه، این دو تا ترافیکی که پیاده هم دیده نمیشه کسی که اینا رو ببینه ولی هستن به چوک تلاش خور میکنن. خب در پایان اگر پیامی داشته باشیم برای مردم در همکاری با پلیس ترافیک برای کاهش حوادث ترافیکی و همچنین کاهش تلفات جانی که هست، هرچند از این پیام ها زیاد پخش شده برای طریق رسانه ها طریق مسئولین ولی خب هنوز کاهش پیدا نکرده، امیدواریم این دفعه تاثیرگذارتر باشه. اگرچه من کوچکتر از اینم که بزی مردم فهیم و پیام داشته باشم خواهش دارم از اینم، خواهش که از مردم خود دارم اینه که موتورسیکل سوارا حتما کلاه ایمنی داشته باشن سر کنن و از دو پشته بیشتر سوار نکنن. متاسفانه میبینی بسیار آدم های کلانی کلان سن نمزن جوان ها چهار نفر روی یک موتور سوار میشن ویراج میرن داخل شهر، که بسیار کار بعدیه، یعنی لحاظ فرهنگی هم درست نیست، همین فرهنگ ایراد زیر سوال میبرم که این مردم فرهنگی سکو ولی یک موتور چهار نفر سوار میشن. خواهش میینه که دو پشته بیشتر سوال نشن کلاه ایمنی داشته باشن. خواهشی که از دریورای عزیز خدا رو میینه که لاقل می کمربند ایمنی ببندم به نفع من. شما اگه به صفحه فیسبوک نگاه کرده باشه امروز عید به کدام ولایت تصادف شده بود دریور سری از شیشه برآمده بود به جلو. خوبی اگه همین کمربند ایمنی خیلی کار سختی هم نیه، اما خارجی که این موتر ساخته ما خود ما هیچی نمی سازیم، همه چیز از خارج میاد، اما خارجی که کمربند ساخته به همین خاطره که از این دست نمی سوار میشه کش کنه به میشه قید کنه، هیچ مشکلی خیلی کار چیزی نیه سختی نیه و این اوتوریتی آدم هم پین نمیاره که بگیم این کمربند اگه بسته نباشه بسته باشه این اوتوریتی ما پین میه، برعکس قوانین رعایت کردیم و برعکس حافظ جان خود خوب بودیم. وقتی خدای نکرده یک بریک نابجایی میگیریم شما را پشت فرمون میکنه سر شما را شیشه بیرون میکنه و یک فامیل به غم مینشانه و خواهش دیگه می اینه که قوانین ترافیک رعایت کنن. آخه برار خوب بگردون چرا قرمز جور شده، خط عابر پیاده مشخصه، او همشیری ممایه از جاده تیرشه تو دست نمیگذاری که تیرشه، مکاتب وقت مکاتب به دروازه مکاتب وقتی که همون به چهار خود بیری میشه مکاتب به 15 دقیقه تیر شده نمیتونم تو ای بوق میزینه پشت مترد مدر بالا استادی تیر میشه، همین که یک کم مراد کنم وضعیت شهرم بهتر میشه، این رقم نمیمونه. اگرچه حال الحمدلله وضعیت ترافیک و داخل شهر نرماله، رفت آمده با آسانی رفت آمد میشه، یک کمی دیگه که قوانین رعایت کنم همه مشکل حل میشه انشاءالله. سپاس از شما. خب بینندگان عزیز، صحبت های جناب سمنوار غلامسخی حسینی مدیر ترافیک ولایت هرات در رابطه با دلایل افزایش حوادث ترافیکی طی هفته گذشته و در روزهای رخصتی های عید رو با هم دیدیم و شنیدیم. امیدواریم پیام هایی که از سوی مدیریت ترافیک از طریق رسانه ها برای شما عزیزان بیننده به نشر میرسه مورد توجه قرار بگیره تا دیگر شاید
حوادث تلخ ترافیکی نباشه. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. به بخش پایانی برنامه رسیدیم. امیدوارم آیتم هایی که در این برنامه خدمت شما عزیزان پخش شد تاثیرگذار واقع شوند و شما عزیزانی که راکب وسایل نقلیه هستید با رعایت کردن قوانین ترافیکی و توجه به نکاتی که در برنامه ذکر شد گامی در راستای کاهش قربانیان حوادث ترافیکی بردارید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.